نام من روشانه و میخوام این برنامه دوستان پلوس رو به پاچت بخشم. نه، نه پاچته که پیش با کنورت پاشتالیان بود. ما در باره پاچته الکترونی صحبت خواهیم کرد. دویم اکتبر سال 1971 روز تولد پاچته الکترونی. مهندس امریکایی رن تاملینسون اولین پاچته الکترونی را نوشت و فرستاد به دوستانش. روس‌ها این رسم را سگ می‌نامند. بلاروس‌ها و ایتالیان‌ها گلوله می‌نامند. نمیسه و پلک‌ها مایمون می‌نامند. یونانی‌ها مرخوبی، انگلیس‌ها بازن او را کر می‌نامند. دانیه‌ها و نروژی‌ها آن را دومی خوب می‌نامند. پس این حیوان نامعلوم چیست؟ در بعض شبکه‌های اجتماعی از قبیل تویتر و اینستاگرام این رسم برای نشان دادن نام کاربر استفاده می‌شود. و آنهایی که با برنامه سازی آشنا هستند می توانند استفاده دیگر این نشانه را در خاطر داشته باشند. علامتی سبشک دو قسمتی سراغه پاچت الکترونی جدا می کنند. نام قوطی پاچت و میزبانی پاچت. نام رسمی این رمز این تجارت است. در زبان انگلیسی پیشوند ات مکانی مشخص را نشان می دهد. سبچک ات از انگلیسی تو یعنی خودی پاچتای فلان کربر در فلان سرویسی پاچت الکترونی. پاچت الکترونی برای آن ساخته شده است که برای کربران امکان می دهد. هنگامی در مسافه دور بودن با همدیگر معاشرت کند. امروز در جهان تقریبا 3.7 میلیارد پیامدانی الکترونی موجود است. هر روز زیاده از 260 میلیارد پاچت الکترونی فرستاده می شود. زیاده از 80% این پیام ها سپم می باشد. اگر شما از یکان کاربر اینترنت پرسید که سپم چیست، او جواب دهد پاچت پرداخت. اما این کلمه پیدایشی جالب دارد. این نام برند کنسروی گوشت است. همه کاربرانی پاچت الکترونی باید از سپم آگاه باشد. مهم است که پاچت الکترونی از قبول کنندگان نامعلوم کشاید، زیرا آنها می توانند برای ویروس ها و تبلیغ باشند. بهتر است که برای اول پاچت خود را به کلانسول تفتیش کنید. پاچت الکترونی به یکی از واسطه های اساسی معاشرت تبدیل یافته است. اما پیشروی هنوز هم استفاده نمی تواند. در نهایت کمتر از نیم از 5 دسترسی به پاچت الکترونی برای چند نفری انتخاب شده بود و امروز آن یک جزء حیاتی هر روز شده است. به نزدیکی ما می توانیم با دیگر سیاره ها مکتوب الکترونی فرسانیم. سلام، شما نقص پرواز کردید. آب و هوای مرز الله است. با من عکس زمین مکرد پرتاید. این آینده است که ما به شبه پیدا خواهیم کرد. در آن وقت که شما این برنامه را تماشا کردید، در سراسر جهان تقریبا 4.5 میلیارد مکتوب ارسال و قبول کرده شده است. آیا وقتی آن رسیده است که شما نیز به کسی مکتوب الکترونی فرستید؟